سلام به یه قسمت از دیگه از این ویدیوهای من خوش اومدید توی این قسمت میخوام بتون بگم که چجوری پای هول رو راه اندازی کنیم و به توی خونه بتونیم یه دینس تراتمیز بدون تبلیغ و اینا داشته باشیم خیلی ممنون که نگاه میکنید بریم سراغ درس خب بریم سراغ نصب پای, پای هول یه بلاکر تبلیغات در سطح کل نتورک کارش هم اینه که یه دی سینک هول بالا میاره و دامنه هایی که برای تبلیغات استفاده میشه رو بلاک میکنه و عملا با این کارش به ما اجازه میده که بتونیم تبلیغاتی رو که مثلا حین برنامه ها و اینا میاد رو هم فیلتر کنیم برای این نصبش قبلش بهتره که بدونیم که در چه چه ساختاری داره کاری که ما کردیم اینه که ما یه وی ام برای آلپاین داریم که به عنوان کلاینت مونه اوپن آرتی مونه از ویدیو قبل دیدیم که دوتا مودم داریم و الان پای هول هم به این مجموعه اضافه شده روشی که من برای نصبش استفاده کردم از داکر و داکر کامپوز میخوام استفاده کنم خیلی ساده میام توی این لینک داکر اینستال این نسخه داکر کامپوز رو میگیرم و توی ماشین مجازیم یه فولدر میسازم امکادی آیار مثلا پای هول سی دی پای هول و وی آی ام داکر دش کامپوز وای و این رو اینجا پیست میکنم نکته ای که وجود داره اینه که ما چون نمیخوایم این ادمین باشه میتونیم این چند خط رو هم پاک کنیم و سیو میکنم و میزنم داکر کامپوز آپ دشتگی دی هم میزنم که دیگه بره توی بکگراند من قبلا ایمیج این پای هول رو دانلود کرده بودم که سریعتر این اتفاق بیفته و اگه الان داکر پی بگیریم قاعدتا میبینیم که پای هول بازه و ما بایستی بتونیم با آیپی این ماشینمون که یصشش ه بایستی بتونیم چیز رو ببینیم پای هول رو ببینیم 192 1۶8 ۱ که از اینجا میتونیم ادمینمون رو ببینیم نکته که وجود داره اینه که اینجا یه پسوردی میخواد که ما این پسورد رو ببینم توی این داکر کامپوزمون دادیم یا نه اه آها بذارید احتمالا اینجا توی ETC ای پایول بتونیم پسوردمون رو یه جایی ببینیم ستاپ ورز این وب پسوردمون اینه چیز بزرگ عجیب غریبه و میزنیم و احتمالا باش لاگین میشیم نه باشید دوستی باشید دوستی خب میریم تو بادکر کامپوز بش رو اجرا میکنیم توی پای هول بش اکزک بش و حالا اینجا با این دستور اصلا پسورد رو برمیداریم چون چیز خونگی دیگه پسورد اینجوری حسب میشه و عملا ما میتونیم همه تنظیمات رو ببینیم خب یه چیزایی رو باید تست کنیم دیگه یه چیزایی رو باید تست کنیم یکی این که اول ببینیم که آیا واقعا این داره کار میکنه یا نه یعنی میتونیم بیایم تو ستینگ ست توی گروپ منیجمنت اینجا ببینیم که ادلیستامون آیا آپدیت هستند یا نه خب ادلیستامون اینجا آپدیت هستند. و به نظر میرسه همه چیز کار میکنه از اون طرف یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم با ابزاری به اسم دیگ که احتمالا نصب نیست باید بگیم apk and find tools و دیگ رو مثلا بیایم اول ببینیم که کار میکنه google.com خب به نظر میرسه مثلا این کار میکنه بذاری بگیم 192 168 106 که همین آی مون هست اینجا هم پس کار میکنه حالا بریم یه دامنه ای که باید فیلتر باشه رو بزنیم اینجا ببینیم چجوریه و یه دونه از بلک رو بذارید من از توی خونه خودم پیدا کنم مثلا این آدرس رو بریم چک کنیم ببینیم آیا چیز میکنه یعنی همینطور که میبینید میبینید اینو به 0 صف صفر ریزالف کرد و اگه در حالت عادی مثلا با 168 یکی یکی رو ریزالف کنیم این به یه آی پی درستی قاعدتا ریزالف میشه آها این هم دلیلش اینه که من توی خونه خونه فعاله ببخش بذارید من اینو دیزیبل کنم دیزیبل خب الان میبینید این مقدار مقدار ولیدی میاد ولی وقتی از اینجا میایم این مقدار میشه سف سف. یعنی عملا این بلاک میشه خب کاری که ما میکنیم اینه که حالا تا اینجا پس تنظیم کردیم که پای هول چجوری کار میکنه باید بیایم توی اینجا هم به عنوان از دی ازش استفاده کنیم یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که باید بگیم دی فورواردرمون چیه دی این اینجا میگیم 192 168 3 یعنی همون آی که اون ماشینمون گرفت نکته بعدی اینه که باید بگیم اون چیزی که بالا دستی ها هم به ما میدن رو ازش استفاده نکن یعنی از DNS هایی که این بالا دستی ها بهمون میدن اینترفیسامون هم باید بگیم استفاده نکن اینجا و همین خاطر ادیت میکنیم میایم تو ادوانس و میگیم یوز DNS این تیکشو رو برمیداریم و همینطور هم اینجا میام توی ادوانس و یوز دی ان اس تیکش رو این هم یک کار بعدیه که باید بکنم نکته بعدی اینه که چون این ماشین ما از dhcp اچ گرفته این رو هم باید استاتیک کنیم میام دوباره تو dhcp تو استاتیک لیز و میگیم اد مکادرسمون همون مکادرس 106 تست و آی هم همین و سیو میکنیم این کار هم که بکنیم تضمین میکنه که این آی پی 106 مون دیگه عوض نمیشه و الان اگه باز بیایم اینجا از یکی یک اینو دیگ کنیم بازم میبینیم که به چیزی ریزالو نمیشه و اگه مثلا از گتوی اینترنت خونه من که 3253 باشه از این بریم دیک کنیم میبینیم که ریزالو میشه یعنی اینکه عملا وقتی یه پله میریم اون برتر میبینیم اینا ریزالو میشن و ولی در این حالت ریزالو نمیشن نکته بعدی اینه که چجوری دامنه های ایرانی رو بهش اضافه کنیم دامنه های ایرانی بذارید بیام یه آدرسی دارن یه وبسایتی داریم که زحمت میکشه و این دامنه های ایرانی رو درست میکنه یه دوست خوبی داریم های فرخی اینو سرچ کنیم اد بلاک ایران این اینجا که بیاید اینجا پای دا تکس داره پای دا تکس رو روش کلیک کنید و این رو رو بگیرید و بندازیدش توی گروپ منیجمنت اد و اینو بزنید مثلا ایران وبسایت. و با این کار عملا یه جای جدید رو هم دارید نکته اینه که میتونید اینجا فکر کنم یه جایی هم داره میتونید بگید که اون ادلیست ها رو هم دوباره بره بگیره ولی الان من نمیدونم کجاست اا آپدیت گراویتی همینه این الان میره همه اون بلاک لیست ها رو میگیره و مثلا ما میتونیم مثلا این رو هم چک کنیم ببینیم میبینیمش یا نه الان میبینیمش چون هنوز اون گراویتیه چک نشده خب الان آپدیت شد ساکسفول و الان اگه بزنیم ها هنوز تو کشش هست با استیکش کش رو یه جوری فلاش کنیم به چیز مادر. و الان اگه بگیریم بازم همونه چرا؟ ها از یک یک بگیریم از یک سد بگیریم و الان سف سف شد چرا؟ چون هنوز تو کشه DNS اینجا هم هست باید بریم کش اینجا رم یه بار ریستارت کنیم که میریم تو سافتویر نه استارتاپ و DNS ماسک رو اینجا ریستارت میکنیم و این اولا راهندازی پای هول بود توی شبکه خونگی خیلی ممنون که گوش دادید حتما به من فیدبک بدید منتظر شمام هستم منتظر فیدبکاتون هستم خدا نگهدار